میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل، از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم من جو روز و نماز و بی و حکم خوف، آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نها. حکم عید شرعی و اباه و سید و شکار، جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. برنامه توضیح المسائل را از کربلای معلا تقدیم حضور شما عزیزان میکنم و ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ایشون. سلام علیکم آقا، خیلی خوش اومدید. علیکم السلام و رحمت در خدمت هستم. خدا عزتون. عرض سلام و ارادت به ساحت مقدس صاحب الزمان در هر کجای این عالم که همکنون نظارگر ما در این برنامه شریف هستند، و همچنین عرض سلام و تعزیت و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنند. بله، خیلی متشکرم، ممنونم. دوستان عزیز، همینطوری که در قسمت‌های گذشته هم خدمت شما عرض کردم، انشاءالله این هفته و این یکی دو روز آخر این هفته برنامه‌های آخری هست که تقدیم شما عزیزان میشه و انشاءالله برنامه متوقف میشه. بعد از ایام اربعین برنامه توصیل مسائل دوباره به شما، به خانه‌های شما برمیگرده انشاءالله و تقدیم میشه انشاءالله. یعنی فردا که پنجشنبه هست برنامه توصیل مسائل رو داریم، از جمعه و بعد انشاءالله دوستان من در گروه پخش برنامه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برنامه هایی رو با موضوع مشایع تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. امید است که انشاءالله همگی شما عزیزان رو در مشایع امسال اربعین و زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام ببینیم. عرضم به خدمت شما 2-0-964-771-773-0-0-4-314. دوستان اگر من شماره رو، بله، 773-0-0-4-314 شماره ارتباط شما از طریق تلگرام هست، میتونید انشاءالله پیام صوتی و متنی برای ما بفرستید و انشاءالله سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. از طریق اینستاگرام و فیسبوک شبکه جهانی امام حسین میتونید انشاءالله بیننده باشید. از طریق فیسبوک برنامه توضیح المسائل هم همینطور. جناب استاد بفرمایید اگر صحبت مقدماتی دارید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بله، بزرگواری پیام دادن که با عرض سلام، من در آمریکا زندگی میکنم. میشه غذای کسی را بخوریم که نمیدانیم آیا از راه حلال امرار معاش میکند یا نه، یا اینکه غذای نامسلمان را بخوریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که دو سوال مختلف و دو جواب متفاوت داره. اول در مورد مردم مسلمانی که نمیدانیم آیا اموالشون از راه حلال هست یا نه، تا مادامی که یقین نداریم، ضمن اینکه تجسس هم لازم نیست و اصلا تجسس هم نباید کرد، ایرادی ندارد. اما در مورد فرد غیر مسلمان، خوردن غذا، باید یقین داشته باشیم که دست و بدن مرطوب توسط غیر مسلمان به غذا نخورده و همچنین اون غذا حاوی گوشت و مشتقات حیوانی از این قبیل، مثل پی، دنبه، هر چه مربوط به حیوانه نباشه. چون اگر غذا حاوی گوشت و مشتقات حیوانی باشد، اون غذا نجس
و خوردنش حرامه، مگر اینکه یقین داشته باشید که این ذبح شرعی شده و دست و بدن مرطوب غیر مسلمان هم بهش نخورده. یا اگر غذای مثلا ماهی باشه، باید یقین داشته باشید که ماهی پولکداره و زنده از آب گرفتن. این سری شرایط رو باید یقین داشته باشید. اگه یقین دارید میشه خورد، اگه ندارید نمیشه خورد. بعد زنی که به صورت موقت صیغه مردی باشد با همان مرد میتواند تمدید کند یا ایرادی داره؟ نه، ایرادی ندارد و به این شکل که مدت محرمیت وقتی که به اتمام رسید مجدداً صیغه محرمیت رو میخونند. با سلام، آیا در نماز چهار رکعتی میتوان در رکعت دوم به دلیل مشکل خاص که باید زودتر نماز تمام شود نیت نماز رو برگردان و به دو رکعت تبدیل کرد؟ بله، تبدیل نیت نماز مخصوصاً در ضرورت ایرادی نداره. یعنی به طور کلی حضرت آیت الله العظمی شیرازی جایز میدونن، اما احوت این میدونن که در ضرورت باشه و ظاهرا از این سوال مشخصه که در ضرورت هست. بله. بیننده بزرگ اول گفتن با سلام و عرض ادب، خانمی هستند که مدت 20 روز ناخواسته حامل هستن. ایشون دو تا بچه کوچک دیگر هم دارن و شرایط اقتصادی و جسمانی لازم رو برای بچه جدید ندارن. اگر این جنین 20 روزه را سقط کنند حکمش چیست؟ به هر حال سقط جنین حرامه و مشمول دیه میشه. اجازه نیست. آیا لوازم آرایشی که از کشورهای خارجی می آید و این موارد از قسمت‌هایی از اجزای حیوانات حرامگوش تهیه شده نجس است و آیا می شود با آرایش از این مواد نماز خواند یا خیر؟ تا مادامی که یقین به نجاست این نداریم، ما احتمال میدیم، با احتمال نمیشه. تا وقتی که یقین نداریم ایرادی نداره، طاهره و میشه نماز خوند. اما اگر به هر طریقی این یقین حاصل شد که این مواد از فلان شیء نجس درست شده، هم نجسه و هم نمیشه باهاش نماز خوند. بله. شخصی که روی دستش مقداری چسب قطره‌ای یا رنگ میماند و پاک کردن و برطرف کردن آن ممکن نیست یا اینکه مشقت داشته باشد، برای وضوع یا غسل چه کار باید کند؟ در چنین شرایطی که مثلا دست یا یک دیگه از اعضای مثلا وضوع چسب میریزه یا مانعی میریزه که برطرف کردن اون یا محال یا خیلی مشقت داره یا مثلا ضرر داره، مثلا زخم میشه، به هر حال وظیفه جبیره است. یعنی آب برای وضوع و غسل روی همون چسب یا رنگ که نمیره اگه جاری بشه کافیست و وضوع و غسل جبیره ای محسوب میشه. بله. آیا برای کسی که لاک میزنه مسح پا صحیح هست؟ کسی که بخواد لاک بزنه، یعنی با لاک مسح صحیح نیست، اما اگه مثلا یه شخصی میخواد لاک بزنه و مسح هم صحیح باشه، اینه که یک دونه از ناخن‌ها رو نباید لاک بزنه به اندازه‌ای که برای وضوء ایرادی نداشته باشه. البته این برای وضوء، اگه بخواد غسل کنه بعد حتما لاک رو از بین ببره. آیا در نمازهای نافله و مستحبی هم وضوء شرط است؟ بله، طهارت در نماز چه مستحبی و چه غیر مستحبی شرط. اگر در هنگام قرائت نماز کمی حرکت کنیم آیا نماز باطل است؟ استقرار در نماز نباید از بین بره. اگر حرکت طوریه که استقرار شما از بین نمیره، خب ایرادی نداره. اما اگر استقرار بدن از بین میره، باید صبر کنید بدن آروم بشه و مجدداً تکرار کنید اون ذکری رو که در حین حرکت خوندید. بله. آیا در قنوت میشود به فارسی دعا کنیم؟ به فتوای حضرت آیت الله العظمی شیرازی جایزه که در قنوت انسان به فارسی دعا کنه.
بله، بزرگواری پیام دادن که ما در استرالیا هستیم، اغلب وقتها با مردها دست می دهیم. این را می دانم که با اهل کتاب اشکال ندارد، ولی نمی توانیم تشخیص بدهیم که کدام اهل کتاب هست یا کدام نیست. اگر دست آنها رطوبت داشته باشد ما باید چکار کنیم؟ لطفاً راهنمایی کنید. به هر حال اینی که در اون جمعیتی که شما واقع میشید و تشخیص این که چه کسی مسلمانه، چه کسی اهل کتابه و چه کسی کافر غیر اهل کتابه، این با خودتونه. اما حکم کل اینه که به فتوای حضرت آیت الله العظمى شیرازی احتیاط اینه که احتیاط واجب دارن که اجتناب بشه از رطوبت و خیسی دست یا بدن اهل کتاب. حالا اگر عسر و حرجی بود ایرادی نداره، اما کفار غیر اهل کتاب قطعاً باید اجتناب بشه از خیسی و رطوبت بدنشون. بله. پدر من تعمیر وسایل سرمازا را انجام میده و مردم به او برخی از وسایل مورد احتیاجشان را به واسطه خبره بودنش سفارش میکنند که بخرد و او بعضی وقتها آن وسیله را به قیمت کمتر از بازار میخرد و آن را به سفارش کننده یعنی صاحب دستگاه به قیمت بازار حساب می کند و بعضی وقت هم به قیمت بازار می گیرد ولی بیشتر حساب می کند. در خصوص این زیادی به ما بفرمایید که حلال است و یا حرام است، در صورتی که آن زیادی غیر از مزد تعمیر آن دستگاه می باشد چطور؟ ایشون مقلد آقای حکیم هستند. عرض شود خدمت شما، اگر که مثلا فقط تعمیر به عهده ایشونه و هزینه های دیگه با خود صاحب مثلا خانه است، اینجا ایراد داره، یعنی فقط بعد هزینه و اجرت تعمیرشون رو بگیرن. اما یه وقت هست که نه، اینجوری نیست، ایشون کلن میگه من این مثلا وسیله رو درست میکنم و وسائلی هم که لازم داره با خودم، کلن اینقدر میگیرم، در این صورت ایرادی نداره. اما اگر توافق بر این باشه که این تعمیر کنه، اجرتش رو بگیره، هرچه هم مثلا اون وسائلی که لازمه بخره با صاحب خونه است، اینجا ایراد داره، به هر قیمتی خرید باید به همون قیمت بده. بله. یک سوال دیگه از معلم آقای حکیم. من یک زنی هستم، نذر کردم که اگر خداوند به من فرزند عنایت کند پس از آن که جوان شد یک گوسفند بکشم و خداوند به من این فرزند را عطا فرموده است و اکنون من توانایی ندارم که به نظر خود در این خصوص عمل کنم. بله، آخرین فرزندم که خداوند لطف نموده است نمیتوانم به قولم وفا کنم، پس چه بکنم در صورتی که به هیچ چیز مالک نیستم؟ اگر که واقعا ایشون نمیتونن که نظرشون را ادا کنن، تکلیف ساقطه. خدای تعالی از کسانی تکلیف میخواد که بتونن توانایی مختلف بدنی و مالی و جهات دیگه رو داشته باشن جهت انجام اون مثلا در این مورد نذر، و چون ایشون الان واقعا نمیتونن ازشون ساقطه. بله. آیا مرد میتواند به وکالت از زن او را برای خود به عقد موقت در آورد؟ ایشون مقلد آی صافی هست. میشه، جایزه، اما احتیاط مستحب اینه که مرد و زن با هم بخونن. اما حالا اگر نمیتونن، یکیشون نمیتونه یا دوتاشون نمیتونه، میشه مرد به وکالت از خانم بخونه، خانم به وکالت از آقا بخونه، یا شخص ثالث به وکالت از هر دوی اونها بخونه. جایزه، ایرادی نداره. خیلی ممنون و متشکرم. زیور خوبان رو با هم دیگه تماشا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقل میشه از مرحوم مجدد شیرازی سید محمد حسن رضوان الله علیه که ایشون قبل یک قرن و کسری با فتوای تحریم تنباکو ایران اسلام رو از چنگ یه استعمار کهن و عنیفی نجات دادن. ایشون در سامرا بودن. نقل شده که یک وقتی ایشون شخصی از شهرستانی رفت به سامرا، رفت خدمت ایشون و از ایشون طلب کمک کرد، طلب مساعده کرد. ایشون هم
وکیلی در بغداد داشتن از تجار به اون نوشتن که 4 لیره طلا به او بده. اون زمان پولای کاغذی نبوده، پولا طلا و نقره بوده. نوشتن براش که 4 لیره به این کسی که این ورقه را آورده بده. این شخص هم اومد خیلی زیرکانه و دقیق دست برد تو این 4 لیره، کردش 400. یه جوری دست برد که پیدا نبود، خیلی دقیق دست برد. اومد از سامرای مقدسه به بغداد نزد اون تاجر که وکیل مرحوم مرزا شیرازی بود، ورقه رو بهش داد. اون که ورقه رو نگاه کرد شک کردید خط خط مرزا شیرازیه، چون سالها بود مأنوس بود با خط مرزا شیرازی. و این شخص هم یه جوری تقلب کرده بود که زود معلوم نمیشد که این تقلب این دست برده تو این خط مرزا شیرازی. اما از این که مبلغ سنگینی مرزا شیرازی نوشتن و قبلا یه همچین مبلغی حواله به این نداده بودن، تاجر واسه این که تکذیب نکنه، اینو تشکیک درش نکنه، بهش گفت من تا این پول تهیه کنم شما یه چند روزی اگه بریز کاظمیه اونجا مشغول زیارت باشید. چون کاظمیه شهری بود جدا از بغداد، چند کیلومتری هم فاصله بینش بود. تاجر به اون شخص گفت که شما بریز کاظمیه مشرف میشید، چند روزی اونجا باشید، زیارت کنید حضرت کاظم علیه السلام، حضرت جواد علیه السلام را، چند روز بعد به من سر بزنید تا من تهیه کنم این مبلغ. اونم رفت و با یکی از کارمنداش این ورقه رو بهش داد، گفت با اسب سریع برو به سامرا خدمت مرحوم میرزا و به میرزا بگوین ببینید میرزا این ورقه رو ایشون دادن، اشتباهی نیست. اینم آمد سامرای مقدسه و خدمت مرحوم میرزا رسید، گفت این ورقه را شما دادید. مرحوم میرزا تا ورقه را دیدن فهمیدن که این دست برده توش، چون این ورقه را چند روز قبل خودشون نوشتن و 4 لیره نوشته بودن. این دست برده بود 4 لیره را کرده بود 400 لیره. تا اینو دیدن فهمیدن، اما آبروی او را حفظ کردن و گفتن به اون که با اون وکیل ما بگو بله این ورقه را من دادم. نگفتن این را من نوشتم که دروغ باشه، گفتن بله این ورقه را من دادم. اونم گرفت و آورد به تاجر داد، تاجرم تهیه کرد و چند روز بعدم اون شخصی که تدلیس کرده بود، خیانت در این کاغذ ورقه کرده بود، اومد و اون تاجر اون حاجی هم کیسه های زر را به او داد 400 لیره و اونم دید خب معلومه چه کسی هم نفهمید. رفت به شهرستانش و بعد یه سال بیشتر کمتر دوباره رفت به زیارت عسکریین علیه السلام و حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف به سامرا و رفت خدمت میرزا. میرزا تا دیدن ایش را یادشون اومد قصه که این دست برده 4 لیره را کرده 400 لیره. وقتی که خودش نقل کرده، از مرحوم میرزا نقل نشده این قصه، خودش بعدا برای بعضی از بس دوستانش گفته بود وقتی که خواستم پاشم میرزا به من اشاره فرمودن که یه قدری تشریف داشته باشید. نشستم، وقتی که همه رفتن تنها شدم، مرحوم میرزا به من فرمودن که چرا دست بردی تو کاغذ 4 لیره را 400 تا کردی. کاغذ آورد جل پیش من آبروی تو رو حفظ کردم، حتی اون یک نفر نفهمه که تو بازی کردی تو این پول و خیانت کردی تو این ورقه. میرزا به ایشون گفته بودن اینو به شما میگم، با کسی دیگه اینجور نکنید، تو ممکنه اون آبروی شما رو حفظ نکنه. مدارات یعنی چی؟ مداراتی زیانهایی داره. یعنی الان در این قصه میرزا شیرازی 396 لیره که ممکن بود این را به ده ها بیچاره بده از دست داد بیخواد. همینجوری مدارات یک مشکلاتی داره، یک منفیهایی داره، اما یک اثر مثبت مهم داره مدارات، و اون این خورده خورده جامعه را مدارات جامعه صالح میکنه. خیلی متشکرم. این ایام دیگه آروم آروم کسانی که میخوان مشرف بشن زیارت سید الشهدا علیه السلام عزمشون رو جذب کردن، حالا گاهن به اطرافیان پیام میدن که ما راهی هستیم، کی با ما میاد تا بریم. گاهن هم کوله بارشون رو بستند و یکی دو روز آینده حالا راه میافتن. هرچند که تقریبا شهر کربلا شروع شده، دوستانی که وارد میشن به صورت مشاهد تک و توک، و یکی دو روزی هم هست که از طریق بصره و راههایی که منتهی میشه به کربلا مشاهد راه افتاده. این صحبت کردم برای
اینکه اون دسته از عزیزانی که الان دلشون کربلاست و تک و توک پیام میدن که امسال نصیب ما نشده و ما رو دعا کنید. فکر میکنم که خیلی زوده برای ناامیدی. بارها و بارها و بارها شنیدیم و دیدیم که یک روز مونده به اربعین یا روز اربعین دوستی را دیدیم که اصلا میگفت من امسال شاید نیام، شاید چند سال دیگه فرصت نباشه من زیارت بیام، ولی خب سید و شهدا علیه السلام قسمت رو بر این قرار دادن که روزیش بشه زیارت اربعین. عزمتون رو جذب کنید انشاءالله، به این فکر نکنید که حالا چه کار دارم، چی باید انجام بدم، خودتون بهتر این چیزها رو بلدید. نیت کنید که بیایید کربلا، هر بزرگواری هم که مشرف میشه برای زیارت چند قدمی را به نیابت از امام زمانش، حالا یا بهتر بگم هدیه برای فرج امام زمانش راه بره انشاءالله. بله 2096-773-03-04-314 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه هست از طریق تلگرام و واتساپ. دوست بزرگواری مقلد آقای صافی گلپایگانی هستن، پرسیدن که آیا وجوهی را که برای منظوری خاص در عزاداری هدیه شده است میتوان در موارد دیگری غیر از آن در عزاداری مصرف نمود؟ مثلا پولی که برای غذا و اطعام داده شده ولی به مصرف خرید لوازم برسد؟ به طور کلی هر هزینه ای و هر پولی که برای خرج کردن اون مورد خاص داره اگر در جای دیگه خرج بشه موجب ضمانه، مگر اینکه با بانی یا بانی ها یا کسانی که صاحب پولن صحبت بشه و رضایت اونها گرفته بشه. بله. سینه زنی برهنه چه حکمی دارد؟ این بزرگوار مقلد آقای فیاض هستن. سینه زدن یا گاهی مثلا بعضی افراد پشتشون رو مثلا چیز میکنن برهنه میکنن برای زنجیر زدن و اینها ایرادی ندارد و معجورند، چون در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام. برخی دانش آموزان نذر میکنند که پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام بروند. اگر زمان ادای نذر با ایام امتحانات تقارن پیدا میکند آیا واجب است که بروند؟ به هر حال نذر مخصوصا اگر شرایط نذر رعایت شده باشد واجبه، و اگر این تقارن پیدا شد شخص باید فکری برای امتحاناتش بکنه و به نذرش باید عمل کنه. زائران زیادی به موکب ما وارد می شوند. گاهی اشیاء خود را در موکب جا می گذارند. آیا ما باید آنها را تا سال آینده نگه داریم؟ اگر که امیدی به پیدا کردن صاحبش هست، بله باید نگه دارید و سال آینده تسلیم کنید. اگر امیدی نیست، یعنی حالا به هر طریقی امیدی به اینکه اون صاحب برگرده ندارید، اینجا حکم مال مجهول المالکه و شما بایستی از طرف اون به حاکم شرع که مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید هست تسلیم کنید اون مال رو. بله. اگر موبایل رو پیدا کنیم آیا می توان عکس های درون آن را دید و یا پیامک هایش را خواند، یا این کار تجسس اسرار دیگران محسوب می شود؟ به هر حال تجسس حرامه، ممنوعه، و مخصوصا در گوشی دیگران. اما در چنین مواقعی به اندازه ضرورت، یعنی به اندازه ای که انسان متوجه بشود این گوشی مربوط به کیه، بله، در این اندازه فقط ایرادی ندارد، بله بیشتر از این ایراد دارد و جایز نیست. بله. آیا شخصی که کفشش را گم کرده میتواند کفشی را که باقی مانده را بردارد؟ اگر که در یک صورت ایرادی نداره، این که انسان یقین داشته باشه که این کفشی که الان میخواد بپوشه کفش همون شخصیه که او اشتباهاً کفش ما رو پوشیده، اگه این یقین حاصل شد خب ایرادی ندارد، اما اگر این یقین حاصل نیست خب نمیشه، چون ممکنه کفش مال یک کسی دیگه است. بله. مثلا این صاحب این کفش چه گناهی کرده که یک کسی دیگه کفش ما رو حالا یا عمدی یا اشتباهی برداشته برده؟ در کنار درب ورودی حرم امام حسین علیه السلام و حرم حضرت عباس علیه السلام تعداد زیادی کفش است.
که صاحبان آنها جا گذاشتند یا اشتباه شده است و یا غیره. آیا شخصی که کفشش را گم کرده می تواند از آنها یکی را بردارد، با اینکه می داند در آینده ممکن است این کفش ها را از بین ببرند یا دور بریزند؟ آیا مطلقاً می توان برداشت چه کفشش را گم کرده باشد و چه کفشش را گم نکرده باشد؟ ببینید، مثلا در شبهای جمعه یه سری افراد هستن به خاطر شلوغی این کفشداری ها کفش رو میذارن و میرن و بعدن برمیگردن میپوشن میرن. یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، ایام اربعین و شلوغه و اینها. در یک صورت ایرادی نداره، اینی که انسان یقین کنه این کفش هایی که اینجا هست صاحبانشون اینو ول کردن، اعراض کردن، رفتن دیگه، یعنی الان دیگه صاحب خاصی نداره، صاحبشونو گذاشته رفته. اگه این یقین دارید، یعنی شرایط طوریه، قرائن طوریه که این یقین برای شخص حاصل میشه، خب ایرادی نداره. کسی که کفشش گم شده یا کسی که کفشش گم نشده میتونه اینا رو برداره. اما اگر مثل اون شکل اولی که عرض کردم، یعنی اینها گذاشتن برن زیارت رو برمیگردن، اعراض نکردن، جا نگذاشتن برن، این خب نمیشه برداشت. برخی زائران محترم قبل از ایام مخصوص زیارت به کربلای معلا میرسند. آیا جایز است که قبل از 20 ماه صفر یا 15 ماه شعبان برگردند و آیا ثواب زیارت اربعین یا نیمه شعبان برایشان منظور میشود؟ به هر حال الاعمال و به نیات، نیت زیارت اربعینه و حتما و قطعا این ثواب برای اونها نوشته خواهد شد، مخصوصا که از شاید از چند روز پیش شروع شده. حالا بعضی پیاده میان، بعضی با هواپیما میان، بعضی با ماشین میان، همینجور فوج فوج میان کربلا زیارت میکنن و میرن. یعنی باید این جمعیت برود تا جا برای بعدی ها باشه، یعنی قریب به 40 میلیون نفر، اون هم در شهری مثل کربلا که چه عرض کنم در هر شهر دیگه که شما تصور کنید اگه یک جا بخوان بیان خوب نمیشه. لذا ثواب مشایه و پیاده روی اربعین به همه عزیزانی که به این نیت میان و مخصوصا برای جا باز شدن برای بعدی ها میرن نوشته خواهد شد و قبوله، انشاءالله قبول باشه. هنگامی که دستجات عزاداری در خیابان‌های منتهی به حرم امام حسین و حضرت عباس علیه السلام و عزاداری مشغول هستند، برخی جوانان مؤمن با وجود بانوان لباس‌های خود را در می‌آورند. آیا این کار جایز است؟ این کار ایرادی نداره، اما حضرت آیت الله العظما شیرازی می‌فرمایند که بانوان عمدی نباید نگاه کنند. ارسم به خدمتتون، من یکی دوست سوال دیگه دارم. خب حد جایز برای وارد شدن زن حائض به حرم امام حسین و حضرت عباس چه مقدار است؟ حرم حضرت ابوالفضل عباس رو که میتونه وارد بشه و احتراماً نزدیک ذریح نشه. حرم مطهر حضرت سید الشهدا هم فقط اون قسمتی که ذریح هست نباید وارد بشه و مابقی حرم ایرادی ندارد. بله، این رو هم میتونم بپرسم یک سال دیگه دوستان یا یک دقیقه؟ وقتی زائر امام حسین علیه السلام میخواهد به کربلا مشرف شود، عده‌ای از دوستان و آشنایان از او التماس دعا و زیارت دارند. آیا وقتی زیارت خودش پایان یافت باید از قسمت زری خارج شد و دوباره وارد شده و به جای آنان زیارت کنند و آیا ثواب این زیارت به همه آنها میرسد یا خیر؟ بله، لازم نیست که مثلا یه بار بره بیرون مجددن بیاد، همین که اونجا هست میتونه همون زیارت اول رو همه اون جمع رو نیت کنه یا تک تک براشون زیارت کنه و حتی میتونه یک تسبیح بگیره و به نیت هر شخصی یک السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین مثلا بگه و همه این صورت ها میشه و قبوله و لازم هم نیست که برای هر کسی یه بار بیاد حرم و بره بیرون. خیلی ممنونم، چقدر خوب بود این مسئله رو الان گفتم. الان هم دست ادب به سینه میذارم، وقتی مشرف شدم حرم، به نیابت از همه شما میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. در پناه خدا باشید یا علی، حسن باشید. خدا شبت به هر نکته ایام میده طریق بندگی به بندگان نشان شرح تو مسائل است و شیوه عمل از
کلام